بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب بخیر بینندگان ارجمند، مشروع خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. رهبر انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام سید ابوالحسن فاطمی را به امامت جمعه شهر کرد و نماینده خود در چهارمحال و بختیاری منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج سید ابوالحسن فاطمی دامت افاضاتو، اکنون که جناب آقای نکونام امام جمعه محترم و خدوم شهر کرد کناره گیری کرده اند، جناب عالی را که به حمدالله از سوابق نیک علمی و عملی برخوردار می باشید به امامت شهر کرد و نمایندگی خود در استان چهارمحال و بختیاری منصوب می کنم. استان چهارمحال و بختیاری در دورانهای حساس و تاریخ ساز کشورمان نقش‌آفرین و در شمار فعال ترین ها بوده است. نمونه بارز آن دوران دفاع مقدس است که ایمان و غیرت و صمیمیت مردم و به خصوص جوانان این خطه در آن فراموش نشدنی است. اکنون نیز جناب عالی را به همدلی و هماندیشی با جوانان برومند آن استان و تقویت بنیه دینی و جهتگیری انقلابی آنان توصیه می کنم و نیکروزی همه مردم عزیز آن سامان و مزید توفیق شما در خدمت به آنان را از خداوند مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 29 شهریور 1403. رئیس جمهور جرأت رژیم صهیونیستی در اشغالگری و کشتار فلسطینیان را از پیامدهای نبود وحدت بین مسلمانان دانست. آقای پزشکیان در 38مین همایش بین‌المللی وحدت اسلامی وحدت را نسخه شفابخش برای رهایی مسلمانان از اشغالگری قاصبانی همچون رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد اگر ما مسلمانان در عمل وحدت داشته باشیم هیچ قدرتی حریفمان نخواهد شد. 2 میلیون 3 میلیون اسرائیلی مسلمان ها رو نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه. نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار میکنه، برای اینکه ما با هم نیستیم، برای اینکه ما زبان و نگاه مشترک با همدیگه نداریم، ما وحدت اسلامی رو نداریم. ما اگر با هم چنگ به ریسمان خدا بزنیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین بزنه. آقای پزشکیان در ادامه بر نقش وحدت در یک پارچگی و تقویت اقتصاد کشورهای اسلامی تاکید کرد. من در عراق رفته بودم، اونجا به برادرها میگفتم چرا نباید از پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ایران سوار قطار بشن راحت بیان برن مکه، مدینه، نجف، کربلا، استانبول، کشورهای مسلمان، چرا نتونن با همدیگه یه چنین ارتباط صمیمی و برادرانه داشته باشن؟ 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی با موضوع همکاری‌های اسلامی برای دستیابی به ارزش‌های مشترک با تمرکز بر مسئله فلسطین از امروز در سالن اجلاس سران آغاز شد. در این همایش 80 نفر از علما و فرهیختگان 30 کشور حضور دارند. این عکس های یادگاری در اولین روز از 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی حکایت از یک پیام دارد. انما المؤمنون اخوه، مسلمانان با همدیگه برادر هستند و برابر هستند و ما باید امت اسلامی باشیم که تمام جهانیان از ما الگو بگیرن، در کنار هم باشیم و پشتیبان کشورهای ضعیف. ما با همدلی، اتحاد و همسویی میتونیم نشون بدیم که اول و آخر حق بر باطل پیروز است. مهمانان از 11 ماه محاصره غزه و ضرورت و دفاع از مردم فلسطین گفتند. ما مردم یمن از مردم فلسطین حمایت میکنیم، خصوصا حمایت نظامی، و اگر مرزها باز باشد مردم یمن در میدان هم از مردم غزه حمایت خواهند کرد. حضور سی بانو در این دوره از همایش وحدت اسلامی هم چشمگیر است. از بانوی فعال رسانه‌ای:
در واقع این جنگ فقط جنگ کشتار و جنگ در میدان نیست، بلکه جنگ رسانه‌ای هم هست. ما در این جنگ رسانه‌ای باید بهوش باشیم و آگاه عمل کنیم. در این جنگ رسانه‌ای موفق کسی است که بتونه کنشگری درست و مناسبی داشته باشه. تا استاد دانشگاه و فعال بین‌المللی که از نقش زنان در حمایت از زنان و کودکان فلسطین میگوید. در همچین محافلی که ضرورت وحدت و حفظ وحدت جامعه مسلمان در واقع از ضروریات و واجبات شرعی دین ما هست، ما هم حضور فعال داشته باشیم و بتونیم به این طریق یه همدردی هم با بانوان مظلوم فلسطینی داشته باشیم. من سمر هذا المؤتمر در واقع پایداری و استقامتی که مسلمین با هم دارن در سطح جامعه و در تمام جوامع اسلامی میتونه به شکست دشمن بیانجامه و دشمن رو از پا در بیاره. رئیس سازمان همایش وحدت اسلامی معتقد است که نخبگان این همایش باید در صحنه عملی هم یاریگر مردم فلسطین باشن. بر اثر این تولید گفتمانی که بین نخبگان شکل میگیره، این نخبگان تأثیر بذاره در حاکمان کشورهای اسلامی و انشالله در صحنه عمل به کمک ملت فلسطین بیان و مساعدت کنن. هذه المؤتمرات اهمیت این کنفرانس ها آن است که باعث بیداری امت ما می شود و فرزندان این امت را بار دیگر بیدار می کند تا در این نبرد تحت عنوان مهم وحدت مجدد این امت شریک باشند. در اولین روز از 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی، مهمانان نماز ظهر و عصر را با حفظ وحدت در کنار یکدیگر اقامه کردند. 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی تا 31 شهریور در تهران ادامه داره. امیری، خبرگزاری صدا و سیما. فرمانده کل سپاه در پیامی به دبیرکل حزب الله لبنان گفت دشمن صهیونیستی از حملات گسترده تروریستی جدید خود علیه زنان، مردان و کودکان لبنان به جایی نخواهد رسید. سردار سلامی در پیام خود به سید حسن نصرالله جنایت اخیر رژیم صهیونیستی را محکوم و تاکید کرد. رزمندگان مقاومت در یک سال گذشته بنیانهای امنیتی صهیونیست‌ها را در اعماق سرزمین‌های اشغالی به لرزه درآورده‌اند و دشمن ناتوان از مسافر رو در رو به ارتکاب جنایت در پشت جبهه دست می‌زند تا بلکه مرگ خود را به تأخیر بیندازد. سردار سلامی با اشاره به اینکه صهیونیست ها با وجود حمایت همه جانبه غرب به هیچ یک از اهدافشان در جنگ غزه نرسیده اند تاکید کرد به زودی با پاسخ کوبنده جبهه مقاومت شاهد نابودی کامل رژیم صهیونیستی خواهیم بود. وزیر امور خارجه از آقای مجتبی امانی سفیر کشورمان در لبنان که در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی مصدوم و به همراه شماری دیگر از مجروحان این حمله تروریستی به تهران منتقل شده است عیادت کرد. چشم‌پزشک ابراز اطمینان کرد که ایشان به زودی قادر به بازگشت به محل مأموریت خود خواهد بود. فرمانده کل سپاه هم از آقای امانی و شماری از مجروحان حمله تروریستی دو روز پیش در لبنان عیادت کرد. چند نفر از مجروحان این حمله تروریستی که برای درمان به کشورمان منتقل شده اند کودکان 3، 7 و 11 ساله هستند. در روزهای گذشته 95 نفر از مصدومان حادثه تروریستی لبنان برای ادامه روند درمان به کشور منتقل شدند که به گفته معاون درمان وزارت بهداشت وضعیت مصدومان باثبات است. رئیس جمهور در دیدار وزیر حمل و نقل ونزوئلا با آرزوی موفقیت برای دولت جدید این کشور گفت نظام سلطه و در رأس آن آمریکا همواره به دنبال توطئه و اختلاف افکنی در کشورهای مستقل برای رسیدن به منافع خود است. آقای پزشکیان تقویت انسجام داخلی کشورها، خدمتگزاری صادقانه به مردم و همکاری کشورهای مستقل را مؤثرترین راهکار برای دفع توطئه‌های آمریکا دانست. رئیس جمهور با اعلام حمایت ایران از عضویت ونزوئلا در گروه بریکس ابراز امیدواری کرد دو کشور با برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی می‌توانند با قدرت به تحکیم روابط دو جانبه ادامه دهند.
رامون بلاسکس هم گفت آمریکا تمام تلاش خود را برای به شکست کشاندن انقلاب بولیواری مردم ونزوئلا به کار گرفته، اما معتقدیم با تقویت همکاری کشورهای مستقل میتوان این توطئه ها را بی اثر کرد. همچنین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در دیدار وزیر حمل و نقل ونزوئلا با اشاره به دشمنی آمریکا با مردم ونزوئلا گفت با اتحاد و همبستگی میان دولت و ملت ونزوئلا توطئه‌های آمریکا ناکام خواهد ماند. امیر سرتیب نصیرزاده با تاکید بر اینکه امروز ونزوئلا در خط مبارزه با امپریالیسم و استکبار جهانی قرار دارد گفت ایران با تمام توان حامی دولت مشروع و قانونی مادورو است. رامون ولاسکز وزیر حمل و نقل ونزوئلا هم در این دیدار با اشاره به دشمنی مشترک آمریکا علیه ایران و ونزوئلا بر ضرورت همبستگی دو ملت برای خنثی‌سازی توطئه ها تاکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به کاشان و آران و بیدگل و حضور در شورای اداری این شهرستان ها گفت برای حل مشکلات مردم اجازه نمی دهیم هیچ تصمیمی خارج از چارچوب برنامه هفتم گرفته شود. آقای قالیباف همچنین در همایش بزرگداشت حضرت علی ابن محمد باقر علیه السلام در مشهد اردهال اماکن زیارتی و مساجد را جایگاهی برای تقویت فرهنگ جهاد و شهادت دانست. سفر غیررسمی رهبر انقلاب در شهریور 1395 به مشهد اردهال و تشرف خانوادگی به همراه فرزندان و نوه‌ها به زیارت امامزاده علی ابن امام محمد باقر علیه السلام مقدمه‌ای شد برای برگزاری یک کنگره بین‌المللی و معرفی نخستین سفیر اهل بیت در ایران. نزدیک به 200 مقاله از جهان اسلام به دبیرخانه کنگره ارسال شده. 32 مقاله برگزیده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمان ویژه این مراسم بر اهمیت این رویداد و نقش بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام تاکید کرد. به زیارتگاه ها میریم، به چنین محل هایی مثل مشهد اردهال میریم و سطح ها نمونه اینها در سراسر کشور ما، در سراسر اقصا نقاط دیگر اینها رو میبینیم. اینها حاکی از یک فرهنگ عمیق دینی برخواسته از قرآن و مکتب اهل بیت. رونمایی از 12 جلد کتاب که هر کدام دنیایی از دانش و معرفت در مقابل مخاطبان خود گشوده است. کتابایی مثل کراماتی که در طی حدود 100 سال 200 سال ما تونستیم جمع‌آوری کنیم در یکی از کتاب‌ها به عنوان کرامات حضرت. در پایان این مراسم هم از برگزیدگان علمی، ادبی و شعر کنگره که حالا به یک جشنواره علمی و فرهنگی تبدیل شده تقدیر به عمل آمد. این کنگره با گرد همایی اندیشمندان و فرهیختگان، با بازخوانی شخصیت علمی امامزاده سلطان علی، مسیر توسعه و پیشرفت گردشگری مذهبی و معنوی را در این منطقه روشن کرد. بازدید میدانی از جاده در حال احداث آران و بیدگل به سمت گرمسار برنامه بعدی دکتر قالیباف بود. مسیر خوبی است که حرکت عمده کار بار ما که از جنوب به شمال، نه از بندرعباس به سمت تهران و غرب کشور میره، اون بخشش که به سمت مرکزی و شمال میره بتونه مسیر دیگر رو طی کنه. رئیس مجلس در جلسه شورای اداری مشترک شهرستانهای آران و بیدگل و کاشان نیز حضور یافت. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان. معاون اول رئیس جمهور از پیگیری تخصیص به موقع و به اندازه ارز برای دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در دولت 14 خبر داد. آقای عارف در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی گفت هر گونه تصمیم گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی و یا صرف جویی حاصل از کاهش مصارف آن باید با حداقل آثار تورمی و برای حمایت از قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه باشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی راهبرد دولت 14 در عرصه اقتصادی است. در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته برای تدوین راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی تشکیل شود. واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام معاف از مالیات است. بر اساس ابلاغ سازمان امور مالیاتی، واردات این فلزات از پرداخت عوارض گمرکی، مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. اعتبار این مصوبه تا پایان فروردین 1404 خواهد بود. معاون قوه قضاییه با اشاره به حذف کامل پرونده ها تا 5 آینده گفت هوشمندسازی فرایندهای قضایی سرعت و امنیت در رسیدگی به پرونده ها را افزایش داده است. سامانه اعتبار معاملاتی را اندازه شده که مردم عزیز اگر بخوان فعالیت اقتصادی داشته باشن و یک معامله انجام بدن، مهمه که طرف مقابلشون را ارزیابی بکنن که در دستگاه قضا یا ممنوع معامله هست یا نه. بحث اینه که محکومیت های مالی اگر دارد و به عنوان یک خطر و به عنوان یک ریسک بالا شناسایی میشه، احنا اگر داره دستور جلب باشه و خیلی از وضعیت هایی که سمت دستگاه قضایی به عنوان یک وضعیت خطرناک مالی شمرده میشه رو ما در سکوهای پرکاربرد الان در اختیار مردم عزیزمون قرار دادیم. در شناسایی اموال در گذشته بر اساس گزارشات بانک مرکزی از شناسایی تا مسدودی اموال حدوداً 400 روز زمان می برد که این کار با اجرای سند تحول قضایی وصف هوشمندسازی الان به 4 کاهش پیدا کرد. یعنی قاضی در با یک دکمه اموال رو شناسایی میکنه و با دکمه بعدی اموال رو به صورت برخط مسدود میکنه. جایزه جهانی نوآوری در شاخصه صنعت، نوآوری و زیرساخت در مجمع شهرهای آینده بریکس 2024 در مسکو به علیرضا زاکانی شهردار تهران تعلق گرفت. این جایزه به افراد اعطا شد که به توسعه پایدار کمک شایانی کردند. علاوه بر ایران، نمایندگان 8 عضو دیگر بریکس در این نشست حضور داشتند. اجلاس شهرداران بریکس 4 و 5 در مسکو برگزار شد. نشست سران بریکس هم قرار است 1 تا 3 آبان با شرکت رؤسای جمهور کشورهای عضو از جمله رئیس جمهور کشورمان در کازان روسیه برگزار شود. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت نمایش دستاوردهای متخصصان هسته‌ای کشور در نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شگفتی مقامات کشورهای مختلف و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به دنبال داشت. به گفته آقای اسلامی، تبدیل نتایج پژوهش‌های هسته‌ای به فناوری و استفاده از آن در صنایع از مهمترین اقدامات متخصصان هسته‌ای کشور در سال‌های اخیر بوده است. ما امیدواریم که این حضور، اون سخنرانی، اون بیانیه و این مذاکرات، نمایشگاه و رویدادها که یک حضور در حقیقت کاملا فعال رو از ایران اینجا ارائه کرده بتونه مقابله بکنه با اون روایتگری ظالمانه‌ای که همواره با سیاه نمایی از برنامه هسته‌ای ایران ارائه میدن. یعنی خیلی راحت میگن ایران باید برنامه اتمی خودشو تعطیل بکنه. این چه منطقیه، چه قانونیه که ایران برنامه اتمی خودشو تعطیل بکنه؟ ایران حق داره برای پیشتازی در علم و فناوری که ایرانیان همیشه پیشتاز بودن در علوم و فناوری و ایران زادگاه علم بوده، صادرکننده علم بوده در طول تاریخ، همواره باید بتونه بدون هیچ گونه در حقیقت تردیدی توسعه خودش رو در حوزه علوم و فنون انجام بده. را
رئیس جمهور گفت کشورهای غربی با ادعای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر خود حامی جنایت‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هستند. آقای پزشکیان در دیدار جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت غربی‌ها باید پاسخ بدهند. چرا از کشتار ده‌ها هزار زن و کودک فلسطینی حمایت می‌کنند اما همزمان دیگر کشورها را به رعایت نکردن حقوق بشر متهم می‌کنند؟ رئیس جمهور تاکید کرد بنای دولت چهاردهم در روابط خارجی صلح و دوستی با کشورها بر اساس احترام متقابل است، اما قطعاً حرف زور را نیز نخواهیم پذیرفت. به گفته آقای پزشکیان، دولت به صورت جدی اجرای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای امضا شده با کشورهای همسایه را در دستور کار دارد. در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به طرح دیدگاه ها و نظرهای خود پرداختند. کمین رزمندگان مرزبانی استان کردستان برای تروریست های کموله در غرب کشور. روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان در مرزبانی استان کردستان با رصد دقیق و اشراف اطلاعاتی دیشب یک گروه تروریستی از گروهک کموله را که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران از مرز مریوان در استان کردستان داشتند در کمین قرار دادند و متلاشی کردند. کریمیان از فرماندهان نظامی گروهک تروریستی کموله در این کمین به هلاکت رسید. قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار دوباره به گروهک‌های تروریستی اعلام کرد به هر حرکت تروریستی علیه امنیت ایران پاسخ می‌دهد و تروریست‌ها را در هر مکان و جغرافیایی که باشند به هلاکت می‌رساند و پاکسازی می‌کند. در آستانه 44مین سالگرد آغاز دفاع مقدس، دومین رزمایش معنوی فرهنگی رهروان شهدا با حضور فرمانده کل سپاه آغاز شد. این رزمایش را پاسداران و بسیجیان با هدف دیدار با 150 هزار خانواده شهید و جانباز برنامه ریزی کردند. وقتی تعدادی از هم لباسی های پسرش آمدند خانه او، مادر سفره دلش را باز کرد. کردستان از ده 72 ایشان 64 بود که رفتن منطقه. بله پاسدار بود. سرش حسین روستایی به دست گروهک منافقین شهید شد، البته اسیر هم بود. ستا نیرو داشت و این سن کمش خیلی 22 سال شهید. این که آمدند از سپاه منزل مادر شهید روستایی در قالب یک رزمایش بود. رزمایش معنوی فرهنگی رهروان شهدا دومین سال است که برگزار می شود. فرمانده کل سپاه از وقتی گفت که قرار شد این بازدیدها را شروع کنند، ریاست محترم دفتر فرماندهی معظم کل قوا زنگ زدند فرمودند که یک پیامی دارم از جانب حضرت آقا، باید به شما این پیام را برسونم. شبانه اومدن منزل ما، شبانه اومدن منزل ما و گفتند که امروز حضرت آقا یک فرمانی را برای شما صادر کرده که به این خانواده شهدا رسیدگی کنید. ما کار را شروع کردیم. خب الحمدلله یک جریان آغاز شد. امروز که روز اول طرح بود به منزل چند شهید دیگر در کشور هم رفتند. قرار است تا پایان ماه مهر به منزل 150 هزار خانواده شهید بروند. خانم روستایی یکی از آنها بود. یکی از آنهایی که قرار است قصه شهیدشان را خیلی های دیگر هم بشنوند. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما. هشدار بارش های سیلابی در نوار شمالی کشور. سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از هموطنان خواسته از اتراق در حریم رودخانه ها خودداری کنند. عرض سلام دارم خدمت هموطنان عزیز. بعد خدمتتون عرض کنم که طی امشب ما شاهد بارش ها در بخش های شمال غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز هستیم که بارندگی ها در این مناطق به شکل رگبار و رعد و برق هستش. در بخش‌های شمال شرق نواحی شرقی برای استان‌های خراسان شمالی
خراسان رضوی و خراسان جنوبی این بارش ها به شکل رگبار پراکنده باران پیش بینی میشه. شدت بارش ها که سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها میشه را در بخش های نیمه شمالی استان آذربایجان غربی، بخش های شمالی استان آذربایجان شرقی، نواحی مرکز و بخش های جنوبی استان اردبیل، همچنین استان های گیلان، بخش های غربی استان مازندران و ارتفاعات استان های البرز و تهران شاهد هستیم. توصیه میکنیم که هموطنان عزیزمون از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند. فردا بارش ها در بخش های شمال غرب، سواحل جنوبی و دامنه های جنوبی البرز ادامه پیدا میکنه. طی فردا شدت بارش ها که منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها میشه را در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان اردبیل، گیلان، بخش های غربی استان مازندران و نواحی شمالی استان زنجان شاهد هستیم. توصیه میکنیم که فردا هم هموطنان عزیزمون از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها در این نواحی خودداری کنند. تشکر میکنم. در آستانه میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مردم شیعه و سنی در استان سیستان و بلوچستان در فضای صمیمی جشن‌هایی را به مناسبت هفته وحدت برپا کردند. اینجا سرزمینی است از اتحاد و همدلی، پیوندی از وحدت. ما شیعه و سنی نداریم، ما با هم برادریم، سر یک سفره ایم، هم ساده ایم، هم همکاری، هم شغلی، همه شو واصلت کارم، همه شو برادرم، قرآن شو یکیه. تو مدرسه ای که ما درس میخونیم یا شیعه ایم یا سنی، و توی استانی که ما داریم زندگی میکنیم هم شیعه و سنی هستیم و هیچ وقت نشده که ما بین شیعه و سنی فرقی داشته باشیم، ما همه خواهر و برادر هستیم. ما با هم برادریم، هم جدایی نداریم. این که دست تو دست هم دیگه گذاشین چی؟ بله، این دست دوستیه، دست همدلی و برادری و برابریه. اینجا مرز مهربانی هاست، هیچ فرق بین شیعه و سنی نداره. شیعه و سنی یک سقف ساختند، سخفی از عشق و مهر و محبت. خودم اهل تشیع، آقام اهل سنت. الان 10 سال با هم داریم زندگی میکنیم، 3 تا هم بچه داریم، تا حالا هم اصلا به مشکل بر نخوردیم. این استان همیشه شیعه و سنی بوده، کنار هم زندگی کردن، مشکلی هم نداشتن. وحدت در سیستان و بلوچستان مربوط به 1 هفته و 1 سال نیست، بلکه همیشگی بوده و از هم ناگسستنی. شیعه و سنی در کنار هم برادر برابر از قدیم الایام بوده هستیم و خواهیم ماند. ما خانواده هستیم که هم اهل تسنن هستن هم اهل تشیع. سرزمینی که در آن در راه حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی خون شیعه و سنی با هم آمیخته شده. ما شهید داریم، هم شیعه هم سنی، همه اینا هم به خاطر خاک کشورمون رفتن شهید شدن. به مناسبت هفته وحدت، بزرگترین مدرسه منطقه اورومانات در شهرستان جوانرود با مشارکت آستان قدس رضوی به نام امام رضا علیه السلام به بهره برداری رسید. قرار است 40 مدرسه جدید هم با 155 کلاس درس مهر امسال در استان کرمانشاه به بهره برداری برسد. ماجرا به سال 1398 برمیگردد و همه چیز از یک نامه شروع می شود. نامه‌ای که درخواست مردم شهر جوانرود در آن بیان و توسط ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه شهرستان پاوه تحویل تولیت آستان قدس رضوی می شود. گفتم والله جوانرود مهاجران زیادی آمدن، وضعیت مناسب نیست. اگر برای جوان رود بسازی برای همه اورامانات. من آقایانم که از مشهد آمده بودن گفتن شما امام جمعه پاوه هستی یا جوان رود؟ گفتم بله مال پاوه. گفت چه کاری داری به اینجا اصرار میکنی؟ گفتم ما و جوان رود یکی هست. کمی بعد تولیت آستان قدس رضوی به این درخواست پاسخ مثبت میدهد. با نامه‌ای که آقای حاج ماموستا قادری برای تولیت معظم آستان فرستادند و پیشنهاد کردند که آستان هم در ساخت یک مدرسه در این منطقه ای که برادران اهل سنت ساکن هستند مشارکت کنه، با استقبال تولیت معزز آستان مواجه شد و بلافاصله دستور دادند که ما حضور پیدا کردیم. آه.
و این گونه بزرگترین مدرسه منطقه اورامانات در شهرستان جوانرود به نام امام رضا علیه السلام بنا و در هفته وحدت به بهره برداری رسید. این که از مشهد مقدس آمده نجا مدرسه به اسم اون بزرگوار ساختن ما ممنون سپاسگزاریم. این پروژه در زمینی به مساحت 2200 متر مربع و زیربنای ساختمان آموزشی و ساختمان‌های جنبی حدود 2200 متر مربع، گنجایش ظرفیت 680 دانش آموز در دو شیفت را داره با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد تومان. و حالا بهره برداری از این فضای آموزشی باعث خوشحالی مردم شهرستان جوانرود شده. فرفر تشکری علیکم که امر رسانه شهرستان جوانرود افتتاح کرد. دست خوشی که این لوانه و زحمت این که شب مدرسه نه دروس کرد. اللهم صل علی در استان کرمانشاه طی 3 سال گذشته 193 مدرسه با 600 کلاس درس به بهره برداری رسیده. سمیه داردرفشی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان جوانرود. از حافظان قرآنی کشور در شاه چراغ شیراز تجلیل شد. در این مراسم از 470 حافظ کل و 20 جزء قرآن کریم از 28 استان که در یک سال گذشته موفق به حفظ شده بودند قدردانی شد. شیراز از 28 استان کشور مهمان داشت. ورود حافظان دختر. در بین میهمانان ارتشی بود، افسر نیروی ارتش، خواهر و برادر بود، از استان فارس شهرستان صفاشهر، حتی تکاور هم بود. امنیت همین کشتی هایی که رفت آمد بوده اسکوتش با نیردریاییه. میهمانان 470 نفری می شدن که امروز در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام دور هم جمع شدن. حافظان قرآن در مدت 1 تا 3 سال آیات کلام الله در ذهنشون نقش بسته. میگن که قرآن به خودش رو نگاه کنیم. ما فکر میکردیم که وقتی که بریم این همه قرآن، نه اینطور نیست. رفتیم وارد شدیم که خیلی شیرینه. تا جایی که پدر و مادر حافظ و فرزندان هم در این راه قدم گذاشتن. هم من هم مادرش قرآنی بودم، خودم توفیق دارم حافظ کل هستم. در این مسیری که رفتن نه سن و سال مهمه. 11 سال من حافظ کل قرآن کریم هستم. تحصیل صد راهشون شد. سختی داشت ولی میارزه. و نه شغلشون منعی براشون ایجاد کرد. با تلاش و با اراده و عزم جدی شدنیه. این حافظان قرآن در 200 شعبه مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان در سراسر کشور توفیق حفظ قرآن رو کسب کردند. نیمی از اونها در قالب مراکز شبان روزی حفظ قرآن در طول 1 سال حافظ قرآن شدند. این 21مین گرد همایی حافظان قرآن کریم در فارس بود. جشنواره جبرئیل امین که از حافظان کل و 20 جزء قرآن کریم تقدیر شد. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در این گرد همایی گفت در راستای تربیت 10 میلیون حافظ قرآن ستاد ملی حفظ قرآن تشکیل شده. تقریبا نیمی از اعتبارات منشور توسعه فرهنگ قرآنی اختصاص پیدا کرد برای ترویج حفظ قرآن. مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان که از شهرستان استهبان استان فارس آغاز به فعالیت کرد، حالا تونسته مراکز تحت پوششش رو با اعتبارات مردمی گسترش بده. مؤسسه فرهنگی و قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها در طول 3 دهه فعالیت تونسته بیش از 3000 نفر رو در کشور حافظ کل قرآن کنه. محمد حسن شری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز. بیماری معلم متعهد خمامی هم نتوانست خللی در آموزش دانش آموزانش ایجاد کند. خانم علیپور، معلم پایه اول و دوم ابتدایی یکی از روستاهای استان گیلان، پارسال به علت کمردرد و در بستر بیماری همزمان به 12 دانش آموز درس می داد. سلام بچه‌ها. میگه 9 ساله که در پایه اول و دوم مقطع ابتدایی تدریس میکنه. زینت علیپور هستم. من از کودکی علاقه‌مند بودم به آموزگاری و با اون حالی که با داشتن 3 تا فرزند سعی کردم تو دانشگاه فرنگیان قبول شدم. انشاءالله که سالی پر از موفقیت براتون باشه. آموزگاری که سال گذشته بیماری هم نتونست اونو از عشق به دانش آموزان و کلاس درس دور کنه. زرد و سرخ زردالو.
مهره 35 رو درگیر کرده بود، مهره 5 هم زده بود بیرون. بعد از یک هفته دیگه منو دیگه یه دفعه منو انداخت. 3 هفته استراحت مطلق بودم. من بهشون قول دادم، گفتم اگه فقط من بتونم رو پاهای خودم بمونم، فقط قدم بردارم تا مدرسه بیام، میام خوابیدم شده به بچه های شما درس میدم. چند وقتی که تو خونه بودم مدام برای من نامه می نوشتن، بعد زنگ می زدن نامه هاشونو می خوندن. معلم عزیزم، من دعا می کنم تا هر چه زودتر حالتان خوب شود. سختی رو به جان خرید تا به قولش عمل کنه. همراه دخترم بود، همسرم بود، منو می آوردن توی کلاس. هر کدوم از شکلا رو باید به 4 قسمت تقسیم کنی، قسمتاش هم مثل هم باشه. معلمی که الفبای زندگی رو به دانش آموزان آموخت تا رسم خدمت رو در بزرگی بیاموزند. درکشون بالا بود، فقط خوشحال بودن از اینکه مثلا معلمشون اومده دوباره وارد کلاس شده. وی معلمی رو خدمت بی منت میدونه. بچه‌ها رو دیده بودم، اصلا دردم واقعا یادم میرفت. اول زن هستم و صد سوزن هستم. خانم علیپور با اینکه داخل کلاسم بستری بودن، دراز کشیده بودن، بازم با عشق و علاقه به بچه‌هامون درس می‌دادن. و امروز با اینکه آموزگار این مدرسه نیستم، ولی امروز اومدم بچه‌ها رو ببینم. خانم من 16100 معلم امسال تعلیم و تربیت 377000 دانش آموز رو در استان گیلان بر عهده دارند. محجوب، خبرگزاری صدا و سیما، روستای کلاچای خمام. شکوفایی بعد از یک دهه رکود. واحد تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی که یک دهه پیش به علت واردات بی‌رویه در آستانه تعطیلی بود، با جلوگیری از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل در سال‌های اخیر، حالا به شکوفایی رسیده. به گفته مدیرعامل این مجموعه، تولیدات این واحد 3 برابر سال قبل شده و نخستین محموله صادراتی آن به ارزش 6 میلیون دلار به زودی راهی آفریقا می شود. استخراج ماده معدنی با ماشین‌آلات ساخت داخل. اینجا معدن سنگ آهن در زرند کرمان. ماشین‌آلات سنگین معدنی ساخت کشور عزیزمان ایران در منطقه سیریز زرند کرمان به کار گرفته شد. خوشحالیم از این که این دستگاه‌ها و تجهیزات باعث اشتغالزایی بسیاری از نیروهای بومی و غیر بومی در این منطقه شده است. ماشین‌آلاتی که زیر این سقف‌ها به دست متخصصان و کارگران ایرانی تولید میشه. از کوچکترین قلتک تا بزرگترین دامتراک معدنی سنگین در این شرکت در حال تولیده. اینجا کارگاه ساخت. همه کار از قبیل برش، جوش و ماشین کاری اینجا انجام میشه. تمامش تبدیل میشه به قطعات مورد نیاز یه ماشین. باکت لودر بازوی بیل مکانیکی ما، شاسی بیل مکانیکی، قطعاتی که در مراحل مختلف تبدیل به ماشین‌آلات سنگین معدنی و راهسازی میشه. سالونی که الان در خدمتتون هستیم 2 محصول ترش تولید میکنیم، گریدر دیسه و لودر 110. سالن تولید بیل و بولدوزر ماست. سالن مونتاژ تراکامون و قلتکامون است. تراک 65 تنه، ما 40 تنش هم داریم و سنگین‌تر از این دستگاه هم داریم، 100 تن است. پویایی خطوط تولید از رشد خبر میده. در 5 ماهه امسال 300% رشد تولید نسبت به 5 ماهه اول سال گذشته داشتیم. 302 دستگاه همگن تولید شده و 598 دستگاه هم در جریان تولید هستش و امیدوار هستیم تا پایان سال جریان تولید ما به بالای 900 دستگاه برسه. ماشین‌آلات معدنی و راهسازی تولید داخل در مسیر صادرات قرار گرفتن. یکی از دستاوردهایی که شرکت هبکو به دست آورد، قرارداد صادراتی 6 میلیون دلاری با یکی از کشورهای آفریقایی بود و به زودی اولین سری از محصولات صادراتی ما روانه خارج از کشور خواهد شد. ابر صنعتی که حدود 10 سال دچار مشکل و رکود بود و حالا شکوفایی دوباره را تجربه می‌کند و این شکوفایی یعنی فرصت‌های شغلی جدید. با رونق دوباره این واحد صنعتی، حدود 1000 شغل از دست رفته هم دوباره زنده شده. مشتاق قدامی، خبرگزاری صدا و سیما، اراک.